برشان بطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز در واقع روز چهارشنبه است و 26 از ماه دسامبر، این تولد مسیح و فرارسیدن سال نو رو به هموطنان مسیحی تبریک عرض میکنم. اجازه بفرمایید یک غزل شاهکار از حافظ بخوانم خدمت شما. من گمان میکنم یک زمانی این کره زمین هم مدنیتش برچیده بشود و آدم ها مجبور شدن به جاهای دیگه سفر کنن، این دیوان حافظ رو حتما با خودشون خواهم برد. صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش. این پرده در پرده تصاویر خارق العاده است. واقعا شعر حافظ چیزی شگفت انگیزی است. صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش، وین زهد خوش را به می خوشگوار بخش. مرقع در واقع در روزگار قدیم آدمای زاهد مثل عمر مثلا فرض کنی نمونه مشهورش، لباسشون که کهنه میشد یه تیکه میدوختن و هر تیکه گیر میآوردن میدوختن، دکوراسیون نمیکردن. بعدها که دیگه این تصوف هم کارش خراب شد و منحط شد، میآمدن پارچه های تیکه تیکه میخریدن، پارچه خیلی عالی خودشون تیکه، یعنی ما مرقع پوشیم مثلا، ما هم زاهدیم و اینو میپوشیدن. صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش. حالا مرقع که به خار ببخشه چه اتفاقی میفته؟ لخت و اربن میاد بیرون دیگه، فقط مرقع به تنش خود، حقیقتش ظاهر میشه. صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش، وین زهد خوش را به می خوشگوار بخش. طامات و شط در ره آهنگ چنگ نه، تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش. اینا آلات ابزار کلاهبرداری عرض میکنم که مذهبیون و صوفیا اینها بوده. تسبیح و طیلسان، طیلسان لباده گشاد، زهاد، تامات و شد یعنی ادعاهای گزاف. ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم. چه خاک راه را به نظر تو کیمیا میکنی؟ چگونه خاک راه را به نظر کیمیا میکنی؟ از این حرفای لاتای به اینا میگفتن شد و تامات. بله، تامات و شد در ره آهنگ چنگ نه، تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش. زهد گران که شاهد و ساقی نمیخرند، در حلقه چمن به نسیم بهار بخش. بذاری زهد و باد ببره، در این حدود نباشه. زهد گران که شاهد و ساقی نمیخرند، در حلقه چمن به نسیم بهار بخش. را هم شراب لعل زده میر عاشقان، خون مرا به چاه زنخدان یار بخش. یارب به وقت گل، خدا رو چه دست انداخته، چه تسخری زده به خدا. یارب به وقت گل گناه بنده عفو کن، وین ماجرا به سر به لب جویبار بخش. ای اون که رحم مشرب مقصود برده ای، زین بحر قطره ای به من خاکسار بخش. شکرانه را که چشم تروی بتان ندید، ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش. ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح، گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش. باده صبوح یعنی شراب صبح که شاه در جام زر می‌ریزه، میگه شرابشو بخور، جامش به من شب زنده دار. به به، ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح، او جام زر و حافظ شب زنده دار. خدمت شما عرض کنم که یک کتاب دوست گرامی سالیان دراز برای من فرستادن، یک بار مطالعه کردم. اسم شریفشون عرض می‌شود که چه سالی فرستادن؟ جلال خالق 2008، آقای محمد نخعی. خیلی ممنونم که کپی هم کردن. این کتاب کتاب مهمی است در آیین، عرض میکنم، باب و بها، کشف القطا. قطا به معنای در دیگ و پرده، یعنی یه چیزی رو کشف دارم میکنم، رازی رو دارم اینجا برملا میکنم. کشف القطا،
این ابوالفضائل که از بزرگترین شخصیت‌های بهایی است، در واقع همشهری ما هم بوده، ابوالفضائل گلپایگانی، و عرض شود که این کتاب رو ردیه است در باب نقطت الکاف، و به هر صورت این مرد مرد فاضلی بوده، مرد بسیار دانشمندی بوده، و شما همواره از قلم فضلا در هر موضوعی که بنویسن چیزها میآموزید. اما من فکر کردم که به هر صورت چون ایشون خیلی خیلی مؤمن بوده، اینها دلایلش خیلی مستحکم نیست در رد نقطت الکاف. این داستان خیلی مفصله، بعد با در بابش صحبت کنیم، چون نقطت الکاف کتابی است که پروفسور براون به دست آورد از در واقع بین کتاب‌های گوبینو، کنت دو گوبینو، فرانسوی ایران آمده بود، و در اونجا مطالبی آمده که میرزا جانی کاشانی که به همراه باب میرفت و روز اعدامش هم بود، میگوید که میراث معنوی خودش رو، تسبیحش رو، کتابش رو، زندگیش رو داد به یحیی صبح ازل، اون رو جانشین خودش کرد در واقع، و بعد کتاب رو پیدا نمیکنه. براون، پروفسور براون میرود به هر دو برادر سر میزنه و بعد میاد فرانسه کتاب پیدا میکنه. مرحوم علامه قزوینی این مقدمه نوشته و کتاب چاپ شده است و میگوید من پیدا نکردم جز این یک نسخه. و باهایا خیلی خیلی در واقع بیزارن، در حالا همشون نه، در واقع متأسفین، هم از علامه قزوینی هم از پروفسور براون. یه حدود 30-40 صفحش نفی پروفسور براونه، در حالی که همه حرفای مرحوم ابوالفضائل در باب براون نادرسته. براون مرد بزرگی بود، مرد محققی بود، کاری به این کارها نداشت. باری کشف القطاع، خیلی ممنونم دوست عزیز، کتاب رو خوندم، خیلی خیلی فاضلانه نوشته شده، اما به صورت این مرد مؤمن بوده، میخواسته از یه چیزی دفاع بکنه. من کاری ندارم حالا موضوع چه بوده، حالا حق با کی بوده اینجا، اما به هر صورت اون دو مرد بزرگ، اون دو فاضل بزرگ، یکی قزوینی، یکی هم پروفسور براون، اینها آدم‌های لاتایلگو نبودن. خب من نمی‌خوام امروز، وقت ما کم هست، روزهای چهارشنبه باید دیگه ترتیبی بدیم این یک ساعت و نیم رو بگیریم، چون حرف ما به جای نمی‌رسه، وقت خیلی خیلی کم هست. این است که امروز ما می‌خوایم اون چه گفتیم رو به صورت تشبیه و تمثیل بر روی این میز برای شما مجسم کنیم، و آغاز میکنیم از یک گفتگو از یک فیلم، و این فیلم، فیلم سیتی سلیکرز، سیتی سلیکرز 1989 یا 90 بیلی کریستال و جک پالانس، کسانی که همسن و سال من هستن آقای جک پالانس رو بسیار دیدن، در فیلم ها همیشه رول های منفی هم داشت. یک محاوره ای هست بین بیلی کریستال و جک پالانس. این داستان از این قرار است که یک تعدادی بچه های شهر که گرفتار موضوعات شهرنشینی هستند و فزون بر اونها دوچار گرفتاری بحران در واقع میانسالی هم هستند، میگوین آقا یک چاره پیدا کنیم، یک چند روزی از این حوزه این شهر و این گرفتاری هاشون و فاسدش بیرون برویم. میروند سراغ یک کابوی، عرض میشه در بخش کلرادو و نیومکزیکو، اونجا جک پالانس پیدا میکنن که مرد خردمندی است، بسیار درس ها به این بچه های شهر داده. یکی از محاوره هاش ناگهان میپرسه میدونی راز زندگی چیست؟ میگوید نه، میگوید یک چیز، حالا دستکش هم دستشه، اون کبوی میگه که چی؟ انگشتتو میگی؟ بعد سخن رو به اونجا میکشه که اون یک چیز هست که مهم هست، اگر اون یک چیز رو تو پیدا کنی بقیه مسائل گیتی کوچکترین ارزشی نداره. بعد میگه اون یک چیز چه چیز هست؟ میگه اون رو تو باید پیدا کن. خب این آقا فکر میکرد که این آقای کبوی آدم بی احساس، خیلی تاف، خشن ایناست. بعد در سخن معلوم شد مرد حکیمی است. گفت هرگز عاشق شدی؟ گفت بله. گفت چگونه بود؟ گفت دختری رو دیدم در مزرعه کار میکرد، اما به اون میدان ندادم. گوه تو میتوانستی که عشق زندگی تو پیدا کردی؟ گوه پیدا کردم، پیدا کردم، یعنی یادش مانده. و بعد رسید به این موضوع که اون یک چیز اون بچه شهر بود، آقای بیلی کریستال. خیلی حرف مهمی بود این حرف، گفت تو باید اون یک چیز رو پیدا کنی.
اون یک چیز رو تو باید پیدا کنی. وقتی هم پیدا کردی، سایر غذای زندگی مهم نیست واقعا، دنبال اون یک چیز باید حرکت کنی. حالا این یک چیز برای ما، عرض کنم که بزنیم به صحرای کربلا، اون یک چیز برای ما مردم موضوع آزادی بوده هموطن. اون یک چیز رو که ما رها نمی کنیم، بسیاری از ما رها می کنیم، کردیم، اما بسیاری از ما رها نمی کنیم، اون یک چیزه. تا اون یک چیز رو به دست نیاریم سرگردان حیران. حالا اجازه بدید من عرض کنم که یک مختصری هم برگردم به ساختار فکری زرتشت، زراتوسترا، زراستر، زراتشت، زردشت، زرادشت، همینجور تلفظی دیدیم، زراتوسترا. خب زرتشت عرض می شود که از این بین این پیامبران، که البته زرتشت ادعای نکرد من از اون بالا آمدم، تنها کسی که یک نظام خردمندانه انسانی خلق کرده و تأثیر گذاشته است بر مدنیت مغرب و فلسفه یونان و مسیحیت و بسیاری چیزهای دیگر، این نظام فکری و فلسفه زرتشت. شما این دینهای بیابانی رو ببینید، این دینهای بیابانی هیچ توجهی به انسان ندارن. دین بیابانی میگوید که همه چیز دست خداست، همه چیز مال اوست، او خالق همه چیز است، خدا عادل است و ظالم نیست، نمیدونم چی. به معنی که میپرسی آقا اگه این خدا عادل است و ظالم نیست، همه چیز هست، این بدی ها رو بس که خلق میکنه، خرش لنگ میشه. خر استدلال اسلام اینجا یک مرتبه شل میشه. چه چیزها گفتند آقا در باب این که بدی رو که خلق میکنه. خواجه نصیر که از بزرگترین علمای شیعه بوده میگوید که شما کنار جوی آب که میستید میبینید که آب جاری هست، لجن هم تولید، لجن خودش تولید میشه. یعنی بدی ها رو، این چه حرفیست آقا، این همه بدبختی و بیچارگی، این همه در واقع ضایعات انسانی، این همه گرسنگی، این همه بیماری که بوده، اینها خالقش چه کسی بوده؟ اینها خرشون لنگ میشه در این با. آخر کار میگن که خداوند تبارک و تعالی آورده است شما رو امتحان کند اینجا. خب این چه حرف لاتائلیست آقا، منطق کار خرابه، اشکال داره، اشکال داره. زرتشت معتقد بوده است که آدمیزاد به ذات نیک هست، یعنی انسان نیکی رو میپسنده و قدر مینهد و در مقابل نیکی جواب نیک میدهد. یعنی شما عمل نیکی که در انجام میدین، این فقط شما نیستید که یک عمل نیک انجام دادین، انعکاس اون عمل نیک هم باز نیکی است. و تفکر نیک و کردار نیک در واقع و گفتار نیک، این سه اصل عرض کنم آیین زرتشت بوده که ما به زبانهای مختلف میگوییم کردار نیک، کردار نیک، گفتار نیک. سرچشمه اندیشه زرتشت، آشو زرتشت کبیر بزرگ باستی بگم، نیکی بوده، معتقد بوده به انسان. حالا شاید سقراط هم از زرتشت گرفته، در دادگاهی که براش انتی کرده بودن اونها رو به نیکی دعوت میکرد، میگفت شما وقتی نیکی میکنید در جامعه، سرانجام خود شما هم مشمول اون نیکی خواهید شد، اگر بدی بکنید شما هم مشمول اون بدی خواهید شد. برای همه جهان صحبت میکنه، تقسیم بندی زن و مرد هم نداره زرتشت، برای انسان صحبت میکنه و دعوت به تفکر میکنه و دعوت به انتخاب میکنه و انسان مختار هست، مختار اعمال خودش. این اسلام عزیز میگوید آقا ما یه جبرئیلی داریم آمده، هر چی ما میگیم درسته، هر چی دیگر رو میگه غلطه. حالا این به جای خودش، ما با شکم اونا رو هم پاره کنیم آقا، شکمشون رو پاره میکنیم، هر کس که میگه، هر کس از ما نیست. یعنی از ابتدا خشونت رو عرض کنم که جنایت رو در بطن دین تابیده مثل تار و پود فرش. این خدای خوناشا باید بهش باج بدی، به این خدای اسلام و سایر این همین دینهای بیابانی خاورمیانه باید باج بدی.
صبح تا شب دلاشی راستی که ببرتت به بهشت. خب این چه کرمی است که این داره؟ آقا کسی که خواهش نکرد بیاد به این دنیا که. این رؤسای قبائله، یه چیزی هی باید بهش بدی، التماس کنی، خفت و خاری، هی پوزت به مالی به زمین، هی پیشونیت به پشت تهوا کنی مقابل این. روزی چند مرتبه تمام عمر، وگرنه در آتش دوزخ تو رو میسوزانن. اینم شد، اینم شد داستان. آخه هیچ آدم هیچ عقلی هم چیزی نمیپذیره. بعد میگوید که خداوند قدیر به ذات و علیم به ذات و کریم به ذات هست. خب اگر که کرامت و بخشش و بزرگ جز ذاتش هست که نمیتونه کریم نباشه که بابا جان، که چون جز ذاتش مگه نیست دیگه؟ چاپلوسی لازم نداره که اینقدر گدایی کنیم بخشش ازش که بابا جان. حالا بگذاریم، این انقدر اینا در واقع اینا سطحی هستن، این ادیان، این سدین بزرگ انقدر اینا سطحی هستن که اصلا قابل بحث نیستن، چیزی ندارن برای بحث، چیزی ندارن، هیچ عمقی ندارن، هیچ. یه مش داستانه خنده‌آور و بعدش هم زور گردن کلفتی و چاوکشی و نمیدونم از این حرف هست. بگذاریم. آش زرتشت بنیاد فلسفی خیلی عقلی مرتبی ریخته، کما اینکه از شبکه اثراتش عرض کردم بر بسیاری از متفکران بزرگ و اندیشه‌های فلسفی تأثیر گذاشت. میگوید آقا ما دو نیرو در طبیعت داریم، یک نیرو نیست، یکی در واقع نیروی خوب هست و نیروی بد، سپن تا مینو انگر مینو. در مقابل خداوند که خالق نیکیست و خداوند نیکیست، ما در واقع نیروی اهرمن هست که درست در مقابل او حرکت میکنه. بنابراین صحنه جهان هستی صحنه نبرد این دوست، بعض اوقات این یکی پیروز میشه، بعض اوقات این یکی. خب این میشود یک در واقع معنی درستی از این استخراج کرد، کاملا مشکل حل میشه که آقا اون چیز بدی در جهان است، بنابراین کار اون خدایی که خدای نیکیست نمیتواند باشه. سهل است که این خدای بیچاره در واقع با این نیروهای اهریمنی در حال نبرد هست، در حال نبرد هست. حالا وظیفه انسان چیه در این؟ در این انسان چه کار است؟ زرتشت بر این بوده است که من آمدم در این گیتی که به شما راه مبارزه در مقابل نیروهای اهریمنی را نشان بدهم و شما مختار هستی در جبهه اهریمن باشی یا در جبهه در واقع اهورامزدا باشی، سپن تا مینو. بنابراین به نوعی انسان نیکوکار همکار خدا هم هست، همکار خدا هم هست. نمیاد برای زنان یه قانون بگذارد برای مردان. حالا چون مردان عرض کنن غارت میکنن، زنان خب نمیتونن برن غارت کنن، حالا اینا حقشون بیشتره در جامعه. حالا دیدم که این قانون اساسی مصر هم درست کردن و بالاخره یک رنگی از اسلام هم داره، ولی خیلی غلیظ نیست. یه چیز خنده‌آور که در اونجا دیدن نوشته است که این دانشگاه الازهر، حالا شما ببینید که قانون اساسی مملکت، این الازهر محل تولید اسلام هست و محل نمیدونم شیاع و رواج اسلام عزیز در مصر هست و در جهان هست و ما هر کاری باستی بکنیم باید رجوع کنیم به الازهر، نظر الازهر رو بپرسیم. لیکن بپرس آقا این الازهر برای مردم مصر چی کار کرده در این هزار و چند صد سال؟ یکی از نخستین جاها که قربانی دزدان مدینه واقع شد همین مصر بود، بعدش ما بودیم. حالا به غلط ما میگوییم که آقا در سال مثلا 16 هجرت ما در قادسیه شکست خوردیم. نه آقا، 1400 سال ما داریم شکست میخوریم از این اسلام، هنوز داریم شکست میخوریم، هنوز داریم میترسیم. آقا اسلام داره هنوز ما رو شلاق میزنه پدر جان. چی رو 1400 یک شکست خوردیم،
1400 سال هر روز داریم شکست میخوریم. حیثیت تاریخی برای ما نمونده، حیثیت انسانی برای ما نمونده. این چاقو کشان ریشو، لاقل این چاقو کش قیافه درست کنم ریشی به تراشی مثل آدمی زارو بریم، یا آقا اقلا یه شخصیتی برای خودش قائل. یک مش آدم های اهریمنی افتادن به جان این ملت به نام اسلام و زیر سایه اسلام و خلیفه رو نگه داشتن، سلطان علی رو. بخشش هم میکنه سلطان علی، تنها سلطانیست که من دیدم بخشش عام داره، یعنی خزانه مملکت رو چنگ انداخته 40,000 تومان گداپروری میکنه. دعاش هم میکنن حتما. خب اون عده از ما که اون یک چیز رو پیدا نکردیم به 40,000 تومان که سهله، که حالا اون که 10 تا بچه داشته باشیم در رحمت آباد، 10 تا 40,000 400,000 تومان خدا شمشیرش رو برا کن، که قرار جنگ کنیم ما بریم شهید شیم؟ اون یه چیز رو پیدا نکردیم. اون یه چیزی حیثیت این مملکت و حیثیت مردمش و سعادت کشور است که فقط و فقط و فقط زیر سایه آزادی و قانون به دست میاد، در سایه هیچ دیکتاتوری به دست نمیاد. آقا 2500 سال امتحان کردیم دیکتاتوری رو، 2500 سال یه دنبال چه میگردی؟ چماغهای 8 متری 18 متری همه رقمش دیدی؟ آخرش هم که افتادیم به دست شلاق اسلام. حالا مقصود از این عرض کنم سخنی که گفتم مختصر در باب ساختار فکری آشو زرتوش، که البته ما بعد و طبیعه و اون جهان رو هم ما از ایشون داریم که این تأثیر کرده است در آیین یهود و بعد مسیحیت از او گرفته. اگه نه در آیین یهود شما این جهان رو دارید و سلام، اما در واقع زندگی بعد و اینها همه برگشته بعد در فقه زرتشتی و اینها تأثیر کرد. بگذاریم چون وقت کم است، خدمت شما عرض میکنم که خب ما این دو چیز رو میخواییم یک جا جمع کنیم، یک نتیجه گیری بکنیم از همه این کارهایی که ما تا به امروز انجام دادیم. هموطن گرامی، یکی اون یک چیز هست که اون یک چیز آزادی است. بیرون از آزادی هم دیگه واقعا ما مطلبی نداریم، یعنی همه چیزهایی که ما میخواهیم در موضوع آزادی ملت هست که جمع هست. توسعه کشور، حیثیت بین المللی، توسعه اقتصاد، توسعه علم و معرفت، برکشیدن ایران در بین کشورها، بزرگ شدن مملکت، سعادت مردم، به همین یک مطلب هست. حالا اون دو چیز در بحث ما کجا جای داره؟ این نیروی آزادی و همون نیروی نور هست، نیروی اهورایی است در واقع، آزادی انسان. اون یکی رو فرض کنید در سمت چپ من که میشه بعد دست راست شما، در واقع اون نیروی تاریک اهریمنی است، نیروی استبداد. و این دو با هم در جنگ هستن. در واقع 150 سال است که آزادی خواهان مملکت حس آزادی با ماجرای استبداد در نبرده. و مطابق چیز آیین زرتشت میگوید که اون منجی آخر که از دریاچه میاد دیگه پیروز میشه بر اهریمن و همواره سعادت خواهد بود، چون دورهای مختلف داره، دورهای تاریخ، دوره پیروزی اهریمن، دوره پیروزی اهورامزدا و سرانجام دوران پیروزی نور بر ظلمت هست. شما کتاب شاهنامه رو که بررسی کنید بنیادش همین دو نیروی نیک و بد هستن در مقابل هم. باری این نیروی در واقع اهورایی و نیروی نیک که نیروی آزادی و بنگاه آزادی است در این سمت هست، کاملا از هم دور هست. و اون یکی نیروی ظلمت و تیرگی و بیچارگی و گرفتاری و زجر و شکنجه و خفقان که امروز داریم، به بدترین وجهش امروز داریم در ایران. و میخوام به شما با قاطعیت عرض کنم هر کس در این بنگاه بوده سعادتمند از این جهان رفته، هر کس در اون بنگاه بوده بدنام و ملعون از این دنیا رفته از نظر مردم ایران.
حالا اون کسی که در این بنگاه بوده یه کارایی هم کرده، بسیار خوب، واسه یه کاری هم میکرده، میشه مال مردم بخوره، فرض کنی فلان مستبد رو میگه بزرگان مملکت رو بکشه، زمین دزدی هم بکنه، مثلا دو تا کار اصلاحی هم نکنه، خبی که نمیشه که. آقا کار کرده یا نکرده مستبدین در این بنگاه هستن، در این بنگاه سیاهی و تیرگی هستن، بنگاه ظلمت، چون به جای نرسیدیم. سرانجام استبداد همینست که ملاحظه میفرمایید، آخر استبداد همینه، چون آخر استبداد انقلابه همواره، شورش. وقتی هم شورش شد یعنی دیوانگی حاکم شد به مملکت، معلوم نیست از میان این شورش چه چیزی در میاد، خاصه که از نیروهای نیک ما جامعه رو خالی کرده باشیم، از رجال سیاسی، از روشن فکران، چون استبداد این کار انجام میکنه. در واقع بیشترین مضرات استبداد رو بعد از دور استبداد ما میفهمیم، متوجه میشیم. ممکن است یک استبدادی 50 سال به مملکت حاکم باشه، مضراتش رو در 200 سال هم نمیتوانیم پاک بکنیم، چون نیروهای نیکی باقی نمیذاره استبداد، روشنی ها رو از بین میبره، یک سره تاریکی میخواد، ظلمت میخواد، خودکامگی میخواد. هنر خار شد، جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند، شده بر بدی دست دیوان دراز، ز نیکی نبودی سخن جز به راز، ز نیکی نبودی سخن جز به راز. می نه تنها نیکی نمی کرد کسی در روزگار ضحاک، سخنم نبود از نیکی مگر به راز. در گوش هم در واقع یادآوری بکنیم که نیکی هم بوده، یک پدیده به نام نیکی هم بوده. نگاه بکنیم به این بنگاه در واقع روشنی، چه کسانی در اینجا بودن. آخوندزاده اینجا جاش، سید احمد کسروی جاش در اینجاست، مرحوم ملک الشعرای بهار، تقی‌زاده گرچه منزلش بین منزلتین هست، یعنی یکی از آزادی خانه بزرگ مملکت ماست، اما سرانجام رفته فقط دست استبداد. اونجا قرارداد دارسی رو نمیدونم چند دهه تمدید کرده، ولی میگن من مجبور بودم. تقی‌زاده از اون کسانی است که بایستی در واقع به او بخشید، در واقع این نشستش کنار دست استبداد و مشارکتش در استبداد رو بایستی بر او بخشید، به واسطه سوابق علمیش و به خاطر سوابق آزادی خواهیش. این شخصیت بزرگ همون در بنگاه آزادی خواهی نامش بایستی باقی بماند. اما آدم مثل علی دشتی نه، تا آخر عمرم نفهمید درد مملکت چی بوده، فکر میگه چون استبداد کم بوده داستان اینجوری شد. یه کتاب هم نوشته، علل سقوط، مطلقاً و ابداً از مردم اونجا اثری نیست در این کتاب آقای مرحوم دشتی، با وجود علاقه که من به این مرد داشتم به خاطر کارهای آزادی خواهانش که در موضوع قرارداد 1919 کرده بود و قلم زیبایی که داشت، و از صورت ما هم نوجوان بودیم چیزها از او آموختیم. اما این دشتی در بنگاه استبداد باقی مون تا آخر عمر، بیچاره سودی هم نمی‌برد، اهل این دنیا هم نبود که حالا بگیم ثروتی جمع کرد، دوست داشت در کنار استبداد کار کنه. ستارخان و باقرخان، مجاهدان تبریز، مجاهدان بختیاری، تمام در این بنگاه آزادی و آزادی خواهی هستند. نام اینها هم همواره به نیکی خواهد رفت. دار و دسته خمینی و علی خامنه‌ای، شما علی خامنه‌ای که قصه‌اش واقعا ناگفتنی است، این مرد قصه‌اش ناگفتنی است. دیدم اون آقای ملکی است، دوستش رئیس دانشگاه بوده، چه نامه به این نوشته. نوشته این آقا در ابتدای کار با بچه‌های زندانی، با بچه‌های معترض اینها نزدیک می‌شد، یک مرتبه به محض اینکه صحبت از زور و قدرت این حرفا شد، از اینا فاصله گرفت، چسبید به
عرض کنم که حزب الله و تبدیل شد به یک آدمخور آدمکش که به قول ایشان که ایشان را خوب میشناسد مملکت رو به بیچارگی و بدبختی برده، ممکنه به طور کل ایران رو تخریب بکنه. با این آقا که اهل سیاست نبوده، این آقا که سیاست نمیداند چیست. در دنیای آخوندیش هم به پایگاهی نرسیده این آقای علی خامنه‌ای و آدم کشاش. مردم ایران موزه ها خواهند ساخت، ساختمان ها خواهند ساخت از این استبدادیون و کارهاشون و اعمالشون و تصاویرشون. خمینی به معنی تمام یک اهریمن بوده، یک اهریمن سیاهکار، آدمخوار و شاگردانش و اندیشه هاش. این آقای هست که زندانش کردن، اسمش هم من یادم میره از بس بی علاقه هستم به این مسائل روز در ایران. این شخصیت ها رو کی هست؟ چون هیچ کس نیست واقعا، زن قابل شناختن هم نیستن. اینا رفته است به سر گور خمینی و گفته است برای تجدید بیعت با امام عزیز به آرمانهاش من آمدم و به خاطر علاقه به تداوم ولایت فقیه. همین آقایی که زندان سر صدا سوری براش نمیدونم وزیر نم چیز این آقا بوده، وزیر مشاورش بوده در یکی از این امور. و در صحنه نگاه میکنیم، چون رقابتی نیست، چون احزاب و تشکیلات نیست، از این اهریمن به اون اهریمن. حالا که با هم در افتادن، بعضی میخوان که چهره های در واقع ملکوتی به خودشون بگیرن، چهره های ملی، مثل همین آقای احمدی نژاد که خود این از اجامر اوباش بوده، معلوم نیست آدم کش بوده چه کاره بوده. حالا از قانون ملت، حقوق ملت در قانون اساسی دم میزنه. خب همین قانون اساسی بود که 20,000 تا 30,000 تا جوان رو کشتن، همین قانون اساسی بود که بیگناه مردم رو میکشتن. آقا پس شما کجا بودی؟ حالا یک مرتبه یاد قانون اساسی افتادی؟ حالا میخواد در واقع تحمیق بکنه. حالا تصور بفرمایید ما چه مردمی باستی باشیم که این بتونه ما رو تحمیق بکنه، که زنده است مقابل چشمان ما، سابقه شو عرض کنم، کارهاشو اینا. بنابراین تمام کسانی که به قوانین مملکت خیانت کردند، به انقلاب مشروطه خیانت کردند، در این بنگاه تیر روانان و تیر جانان هستند همشون. چون اون یک چیز که ما دنبالش بودیم و هنوز مردم جستجوگر اون یک چیز هستند رو اینها از دست مردم دور کردن و در واقع گسترش ستمکارگی و زور و قانون زور رو در مملکت جایگزین قانون کردن، قانون اساسی. حالا شما دل تنگ شده و وضعت خوب بوده، اون دیگه مشکل شخصی شماست. مغازت از دست دادی، هتلتو در شمال از دست دادی، خب در هر کسی هم که میاد طبقه خودش رو ثروتمند میکنه. در واقع یک زمانی ثروتمندان سنتی بودن در ایران، بازرگانان بزرگ بودن، بازاریان بزرگ بودن، بعد یه ده قزاق اومدن، قزاق و خانواده هاشون، قزاقا شروع کردن به غارت، اونا رو پس زدن و نسل بعد از قزاقا که بچه های قزاقا بودن که میرفتن همین اینجا اونجا کار میگرفتن و اینها، اون تیره و طبقه یک جور استبداد خاص خودشون رو دوست دارن، استبداد چماق 7 متری میخوان، هنوز سینه میزنن. دور بعدم یک مش آدم بیسجیه که بخش عمدهشون باز از همون تیر و طبقه خادمان سابق بودن و امروز هم که البته طرفداران بسیار دارن این آخوندها.
اونها رو منکوب کردن، اموال اونها رو گرفتن، حالا یک عده تازه از اینهایی که نعل شیطان به پیشانی دارن، اینا ثروتمندان مملکت ما هستن، میخوان رژیم باش، اگه رژیم هم ساقط کنه فرار میکنن، میان در همین لس آنجلس تلویزیون میذارن و آفقان میکنن از روزگار طلایی جمهوری اسلام. در همه این گفت و شنود ها و فراز و فرود ها، اون چه گم شده اون یک چیزه، اون آزادی است که حیثیت ملت و سعادتش به اون یک چیز بستگی داره. حالا یکی میاد تقلب میکنه، امنیت میخوام بیارم، یاغی ها رو دارم میگیرم، خفشین شما، فعلا یاغی دارم میگیرم. آقا اون یکی میاد میگوید که نمیدونم دروازه های فلان میخوام نشونتون بدم. تا زمانی که از اون یه چیز صحبت نکنی کسی به کاری نداره. اینا هم که اومدن که با زنجیر و پالهنگ دارن ملت رو به بهش میبرن، هر روز یک زلم زیمبور را میاندازن، یه چیز درست میکنن، قبه بارگاهی برای اعراب مرده 1600 سال پیش. در روزگار حیاتشون هم هیچ فضیلتی نداشتن اینا، هیچ خدمتی به بشریت نکردن. حالا در مردگی و در استخوانهای خاک شده قرار است برای ما مردم کار انجام بده. آقا اینا چند نزور زور میزدن یه حکومت بگیرن، میزدن اینا رو مینداختن توی زندان، به زنجیر میکشیدن اینا رو، برای خودشون چرا معجزه نکردن پس؟ و چرا مرده هاشون یک مرتبه شدن؟ پزشکان عالی مقام شدن و معجزات و کراماتشون از استخوان هاشونه، از زندگیشون نبود؟ سه چهار ماه سال هم که این مملکت تعطیل و داستان اهریمنان عرب در جریان هست، مملکت کار نمیخواد که، هرچی کار نکنن بهتر. شما کشور سراغ دارید این همه تعطیلات داشته باشه، میسر در جهان جدید، بقیهش هم که باید نماز بخونی سر کار. الحمدلله خدا رو شکر یه چهار بشکه نفت هنوز هست، حالا اینم بخوریم، شکر خدا رو کنیم، نماز نافله بخونیم و جعفر صادق رو نمیدونم اون یکی جعفر طیار تو ببینیم چی میشه در آینده. هر کس هم در بنگاه آزادی کار کرد، در آزادی کار کرد، در زندگی موفق نشد، یک نامی از او باقی ماند، اما به همون نام راضی بود اون آدم. اون آدم هایی که دلاور بودن، غیرت ملی داشتن، حیثیت انسانی می فهمیدن و خودشون نمی فروختن، در همین بنگاه محرومان باقی ماندن. بقیت و جش متعلق بودن به سیاهکاران. بنابراین ما نمیتوانیم، بنده نمیتوانم اینجا بنشینم یکی از این سیاهکاران رو بیارم تمجید کنم اینجا، به جهت که اون یک چیز رو از ما گرفته. همه کارهایی که همه اینا کردن در این 100 سال گذشته، 5 سال میتوانست ملت همه کار رو انجام بده. خودش 4 تا جاده است و نمیدونم 800 کیلومتر راهن و نمیدونم چقدر چند تا دانشگاه تقلبی و غیر تقلبی، کاری نشده در اون مملکت، چیزی نداریم ما. 100 سال گذشته، 100 سال، این کره جنوبی رو نگاه کنید، ظرف چند سال چی شده؟ اقتصادش رو، صنایعش رو نگاه کنید، حیثیتش رو در جهان، این برای ما پوز دادن. وقت ما مثل که تمام شده امیر جان، نه؟ خیلی وقت تمام شده، پس مرحمت شما بوده ما اینجا بودیم. هر شبت که خب، پس ما خلاصه کردیم مطلب رو که همدیگر رو بهتر بشناسیم. ما اینجا در بنگاه محرومان هستیم دوستان، هر شبت که از ما انتظار تکریم اون بنگاه رو نداشته باشید. بنده میتونم لیست کنم بیارم فرد فرد معرفی کنم در این بنگاه چه کسانی بودن و در این بنگاه چه کسانی بودن. ما جز این گروه نیستیم دوستان. خلاصه مطلب از اون وانتینگ جک پالانس تا داستان زرتشت و نور و ظلمت، این نتیجه رو میخواستیم بگیریم که کسانی که ما رو نمیشناسن در واقع و ممکن است که دچار خطا بشوند در چیزهایی که ما میگوییم، فکر کردم که تمثیل بدی نبود.
وقت ما در اینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.